وقت بخیر بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن. یک شنبه دیگر از راه رسید و شما به تماشای تلویزیون آزادی زن نشستید. در این برنامه سراغ رفقای مناظر مازدی و رحمان حسینزاده خواهم رفت در رابطه با انتخابات در آمریکا. پیاماداش در منطقه با هم گفتگویی خواهیم داشت. من به رفقا آذر مازدی و رحمان حسینزاده روز بخیر میگم. روز شما رحمان حسینزاده عزیز و بینندگان عزیز خوش. منم با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان عزیز و رفیق آذر مازدی. میگم آذر شما صاحب خونه هستین، با رحمان شروع میکنیم. نه نه این مورد دیگه قبول ندارم. منم خودم رو صاحب خونه میدونم نزد شما آذر. برحال میخوای از رفیق آذر شروع کن؟ نه فرق نمی کنه. مسئله اینه که شاید انتخابات در آمریکا بودیم، این مسئله در جامعه ایران نیست بالاخره مورد جر بحث بوده. خواستم از شما بپرسم آیا چیزی تغییر کرده واقعا؟ چرا اینقدر بسات مهم هست این انتخابات؟ آذر شما بفهمید. انتخابات در به نظر من راستش مهم نیست، ولی این رو به عنوان یه رویداد مهم توی سیاست جهان جلوه میدن. به نظر من فکر نمی کنم که به طور جدی تغییری حاصل بشه، چه اگر دموکرات ها، یعنی الان کاملا هریس می آمد به قدرت می رسید، یا ترامپ یا هر جمهوری خواهی دیگه ای به قدرت برسه. لازم نیست من نگاه کنیم به همین تاریخ 30 سال اخیر نگاه کنیم، چه اونجایی که بگیم به شرایط اوضاع یا سیاست داخلی مربوط میشه، هر دوشون تقریبا کم و بیش بر یک تپ کوبیدن. از نگاه بکنید به طور دائم و مستمر فاصله فقیر و غنی تو جامعه آمریکا بیشتر و بیشتر شده، تعداد انسانهای بی خانمان بسیار رفته بالا. 10 سال پیش میگفتن 10 سال شاید بیشتر، 40 میلیون نفر تو آمریکا زیر خط فقر زندگی میکنن. الان از این بسیار بالاتر رفته، این رقم دقیقش رو نمیدونم چه هست. تا اونجایی که به برقراری سانسور برمیگرده، الان شما نگاه کنید رسانه های بستر اصلی رسما دروغ تحویل مردم میدن. یه اتفاقی افتاد همین، فقط من یه پرانتز، یه اتفاقی افتاد پریشب توی هلند در رابطه با اینکه اسرائیل داشت، تیم تل‌آویو اسرائیل داشت بازی میکرد با یه تیم اروپایی و فنای اسرائیل که همشون سربازن، چون جوانان همه سربازن، اینا آمده بودن و بعد اینا چجوری شورش را میدازن، شعار مرگ بر عرب میدادن، چه کارایی کردن و بعد حمله کردن، خلاصه جنگ و جدال شده. تمام رسانه‌های بستر اصلی این رو به عنوان یک حرکت آنتیسمیتیستی ارائه دادن که عرب‌ها طرفدار فلسطینی‌ها به اسرائیلی‌ها حمله کردن. حتی شاه هلند اومده معذرت خواسته، گفته ما دوباره آنتیسمیت شدیم و دوباره مثل جنگ جهانی دوم شده. اصلا وحشتناکه، همه فیلم‌ها هست که چطوری این سربازا حمله کردن. من فقط این مثال رو بردم برای اینکه ببینید چی شده وضعیت رسانه ها. و من میگم از بی بی سی گرفته تا سی ان ان گرفته تا نمیدونم همشون، این سکای گرفته، اینطوری گزارش میدن. این وضعیت رو که نگاه میکنید میبینید تو آمریکا حالا بایدنه، اوباماست، نمیدونم هیلاری کلینتونه، ترامپ، یه ریپابلیکن دیگه است. روز به روز سانسور روی رسانه های بستر اصلی بیشتر شده، فشار بیشتر شده و رسما دروغ میگن، کسی هم کاری از دستش بر نمیاد. این وضعیت داخلی از نظر حقوق سیاسی اجتماعی طبقه کارگر و مردم و عادی، شهروندان عادی، بسیاری از حقوقشون از دست دادن. از نظر اقتصادی وضعیتشون بسیار بدتر شده. بایدن تو همین 4 سالش و این وضع بسیار بدتر شد به نسبت ترامپ قبلش و ترامپ قبلش نسبت به همینطور برید ببینید. و تا اونجایی که به تصویر جهانی برمیگرده، جنگ منطقه رو نگاه کنید، این همه یه پاکسازی، یه نسل‌کشی، یه قصابی توی منطقه رو انداختن.
همینطور بمب میریزن. همین سربازای اسرائیلی توی استادیوم توی آمستردام شعار میدادن که دیگه تو غزه مدرسه نیست چون تمام بچه‌ها رو کشتیم. این شعار رو میدادن تو استادیوم. این وضعیته تو اون منطقه. الان لبنان رو ببینید، عملا یه تیکش اشغال کرده، رسما اشغال کرده، داره جنگ رو ادامه میده. تمام اینا تو این دوره سیاست بایدن بود. ترامپ هم هیچ تغییری نخواهد داد، حالا یه جوری اینور میکنه اونور میکنه، ولی کامل از قبل گفته دو پشته حمایت میکنه از این سیاست. وقتی نگاه میکنید میبینید چه در عرصه نقش سرکوبگر آمریکا تو منطقه و تو جهان، چه اونجایی که به وضعیت مردم عادی و محروم آمریکا برمیگرده، سیاستاشون یکیه. ممکنه سر پناهنده گرفتن یا نگرفتن یکیشون یه ذره تندتر بیاد، یکیشون یه یواشتر بیاد. نمیدونم سر سفت جنین فعلا که رفتی به ترامپ نداشته، اون هیئتی که این رو ممنوع کرده ریپابلیکن ها توش اکثریت داشتن، ولی ترامپ در این مورد نمیتونه تصمیم بگیره. و مسائل دیگه و دروغای دیگه که گفته میشه، اینها هر دو تاشون یکی هن. حالا من اینجا بحث به حاشیه میره، این موضوع رو میذارم، این مسئله رو میذارم، شاید اگه لازم شد بعدا بهش اشاره میکنم. خلاصه میکنم، از نظر من تفاوت جدی ماهوی بین ترامپ و کمالا هریس و بایدن وجود نداره، بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه وجود نداره، هیچ وقت وجود نداشت، این روزا دیگه حتی عین هم شده. در نتیجه من تفاوت بسیار زیادی نمیبینم تو عواقبش، چه برای مردم آمریکا چه برای مردم منطقه. ممنون نظر مازدی. رفیق رحمان حسین‌زاده، همین سوالو با شما در میان میذارم. به نظر من خب وقتی تو ایران هم انتخابات میشه، بالاخره درسته که هیئت حاکمشون به حساب هدف اصلیشون نگه داشتن جمهوری اسلامی، ولی اصلاح طلبی میگن، اصولگرایی میگن، لیبرالشون میگن. نظرتون در رابطه با انتخابات آمریکا چی هست؟ ببینید، انتخابات در آمریکا به طور واقعی یه نمایشه، یه سیرک به اون معنا. بنا به تجارب به قول خودشون بیش از 200 ساله، به حال این دوتا حزب هی قدرت بین اونا دست به دست میشه. شما در کل این نمایش انتخاباتی 200 ساله خودشون که برای ریاست جمهوری یا برای سناز یا برای کنگرس یه آلترناتیو سومی نیست، حتی در همون چارچوب کپیتالیستی، در همون چارچوب بورژوایی، هی دست به دست شدن قدرت بین حزب دموکرات و جمهوری خواهانه. به اون معنا اراده شهروندان جامعه آمریکا برای اینکه یه چیز دیگه متفاوت از این دو جریان از خودش نشون بدن واقعا تماما بی ارادگی به اون جامعه رو تحمیل کردن. و این دو تا جناح، دو جناح قدرت کاپیتالیستی و امپریالیستی هستن. روشن سیاست های پایه‌ای اونا یا هر دوشون جزء هیئت حاکمه امپریالیستی امریکا هستن. در همه این سالهای چه در سطح داخلی چه در سطح بین‌المللی سیاست اتخاذ کردن. با اون معنا بله، تفاوت پایه‌ای ماهوی در سیاستشون در راستای حفظ قدرت یا گسترش قدرت امپریالیستی آمریکا، چه باستابش در قبال زندگی و شرایط کار و زندگی در جامعه در مقابل طبقه کارگر و مردم کارکن و انسان حق طلب، چه به ویژه در سطح بین المللی به عنوان قدرت اول امپریالیستی تفاوت ماهوی نمی کنه. اما من فکر کنم در دوره های مختلف و این دوره هم در یه حوزه های در زمینه های تفاوت هست در سیاستشون. از زاویه کارگر و مردم نگاه کنین به اون معنا حتی بد و بدتر هم نیستن، هر دو بدن، هر دو بدتره هستن. منظورم این نیست که گویا یکشون گشایش عجیبی به وجود میاره اون دیگری منقبضش میکنه، اما در راستای همون تحمیل نیازهای سرمایه در قبال خود طبقه کارگر جامعه آمریکا یا نیازهای
قدرت امپریالیستشون در سطح جهانی، خاورمیانه، کانونهای بحران در عرصه‌های معینی در سیاستاشون تفاوتی هست. نه به این معنی که یکشون خیلی بهتره، یکشون خیلی بدتره. الان میگم مثلا این مورد در چه زمین اتفاق داره. من اتفاقا مثلا یکی از اون مسائل که الان در سطح دنیای مطرح جنگ اوکراینه، من فکر می‌کنم سیاست ترامپ با سیاست دولت بایدن تفاوتایی داره. تفاوتش اینه، این بحثی که میکنه من جنگ در اوکراین رو تمیم میکنم، مصلحتش و منفعتش از زاویه اون برای اقتدار آمریکا در سطح جهانی حکم میکنه، بنا به مناسبات گذشتش که با روسیه و پوتین داشته، در راستای اینکه تمرکز حواسش رو در کشمکش‌های جهانی منتقل کنه رو چین. عاقبت به طور واقعی ترامپ دوره قبل هم نشون داد، این دوره هم جدال اصلیست، کشمکش اصلیست با اون گسترش قدرت اقتصادی چین و از این میترسن. اینو امپریالیسم امریکا و این جناح که با قول خودش به همه مسائل اقتصادی تر نگاه میکنه، معامله گرتر نگاه میکنه، خب برای این که تمرکز حواسشون، انرژیشون آزاد بشه و اون وقت فوکوسشون بره سر تقابل با چین، نه تقابل الزامن الان نظامی، نمیدونم در آینده هم احتمال داره حتی به نظامی هم کشیده بشه با این تحولی که در تحول اقتصادی که در چین هست و هی رو به گسترشه. درسته من فکر کنم این که میگه جنگ در اوکراین رو تمام کنم، احتمالا بتونه، راهش هم ساده است. دوره قبلا نشون داد ترامپ حتما ناتو رو حفظ میکنه چون اهرم قدرت امپریالیستی آمریکا هست، اما اون جوری که بایدن و دموکرات ها برای چی میگن ناتو دل میسوزوندن و گسترش بدن و همه این کار، اون کار رو نمی کنه. خیلی ساده میتونه فشار بذاره رو دولت اوکراین که برای این تقاضای عضویت در ناتو رو بذار کنار، عاقبت یه سازشی و سازمان میدیم، این کار میکنه برای اون کار. در خاورمیانه اتفاقا به نظرم سیاست اجازه میده همین فاشیزم نتانیاهو و هیئت حاکمه اسرائیل و دولت اسرائیل دستشو بازتر میکنه، نه برای جنگ فرسایشی. اون صحبتش اینه با نتانیاهو، میگه هر کاری میکنی سریع انجام بدی. یعنی به نظرم اندک مانعیم برای این عرابه جنگی تروریستی دولت اسرائیل باز نمیذاره. غزه که ویران شده، تموم شده، حتی به نظر آن مسئله کرانه باختری مطرحه، پاکسازی بیشتر در اون حوزه و مناطقی که حتی محمود عباس و اینا هستن. من فکر کنم اتفاقا در خاورمیانه در رابطه با فلسطینی ها، در رابطه حتی با لبنان اینا، دست دولت فاشیست اسرائیل رو بیشتر باز میشه برای برحال هر نوع نقشه ای که امثال نتانیاهو میخواد. در همین رابطه هم خطر گسترش جنگ در رابطه با جامعه ایران و جمهوری اسلامی بیشتره. نمیدونم جنگ تمام عیار غیره، برحال عاقبت اگه یادتون باشه در همین دوره گذشته ای که یکی مثل بایدن میگفت نباید به مراکز اتمی ایران بزنین، این میگفت نه اگه اتفاقا قرار زده بشه بذار به مراکز اتمی و اقتصادشون بزنن. تو این زمینا تا اونجایی که به چارچوب داخل خود آمریکا برمیگرده، همه اون شرایطی که بد شده در دوره بایدن و آذر ماجدی در این رابطه تایید میکنم درست میگه، به نظرم بدترش میکنه با راسیزمش، با مهاجر ستیزیش، با زن ستیزیش. به نظرم اینو دیگه تو کاراکترشونه. تو این زمینا در سطح معینی به نظرم تفاوت هست در سیاستشون، ولی نهایتا همه اینا کمک میکنه به قول خودشون تحکیم قدرت امپریالیستی امریکا. قول خودش میخواد دوباره امریکا رو قدرتمندتر کنه، به حال اونم با سیاست خودش میخواد این کار رو بکنه. منم اینو بگم، یک ذره گشایش در وضعیت کار، زندگی، حتی کنار زدن محدودیت هایی که در همه این سال ها بر شهروند جامعه امریکا وجود اومده وجود نمیاد، حتی بدتر هم میشه. و به نظرم این منطقه، بذار اینجوری بگم فقط، کار منطقه تحولات کپیتالیسم این دور است. من اسمشو میذارم عروج ترامپ ها و حتی قبلا بایدن ها با این سیاست های ضد انسانیشون
به نظرم نماد بربریت کاپیتالیستی این دوره، کاپیتالیسم اینا رو میخواد دیگه، اینو هیئت حاکمه ها، اینو دولت ها و اینو شخصیت ها رو میخواد به عنوان نماد سیاسی بربریت کاپیتالیسم در این دوره. ممنون رفیق رحمان. رفیق آذرماجدی، شما فکر میکنین که واقعا از لحاظ تاکتیکی این جناح‌های به هیئت حاکمه آمریکا تفاوتی با هم ندارن؟ فکر میکنین که در رابطه با منطقه چه سیاستی رو تغییر میدن، چه راه‌های متفاوتی رو در پیش میگیرن؟ ببینید، مسئله بر سر اینه که شما یه چیزی دارید به عنوان هیئت حاکمه. این هیئت حاکمه یه تصمیمات درازمدت‌تری داره. این تصمیمات اینطوری نیست که به خصوص بزرگترین قدرت دنیا که تمام عمرش، اگر به 100 سال اخیر نگاه کنیم، کارش کودتا و رژیم چنج و قصابی و نسل‌کشی و تمام اینا بوده تو تمام دنیا، از آسیا بگیرید تا آمریکای لاتین تا خاورمیانه تا آفریقا، این سیاستش بوده. اینا هر رئیس جمهور میاد و میتونه اینو عوض کنه. اینطور نیست. یه سیاست به طور ماکروی وسیع‌تری هست که حالا میتونن این رئیس جمهورا حالا یه ذره اینجاشو این بر کنن یا اون بر. اگر 30 سال پیش 40 سال پیش بیشتر مردم واقعا یه نقش حتی یه خود چیزتر موثرتری اگه بهش اسمشو گذاشت داشتن تو انتخابات، الان تمام اینا تبدیل شده به یک بر کاملا با نوع میدیا. ببینید الان شما یه رسانه ندارید توی آمریکا فرض بگیرید الان که این رسانه حرف حقیقت میزنه یا از منافع مردم دفاع میکنه، همش رو بیلیونرها و سرمایه‌دارای گنده، کمپانی‌های بزرگ خریدن تمام رسانه ها رو. تنها رسانه ای که هست رسانه های میدیای اجتماعیه که اونها هم الان به شدت روش سانسوره. خود من که نقش آنچنانی هم ندارم، یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام همه سانسورم. حالا برید ببینید که مثلا کسانی که واقعا میتونن نقشی بازی بکنن، تأثیری داشته باشن توی سیاست های جامعه، چجوری سانسور برشون حاکم میشه. این تو این وضعیت به خصوص دیگه این فرض که میتونه واقعا یه رئیس جمهور تا رئیس جمهور دیگه سیاست رو عوض بکنن، تغییر بدن، من نمیتونم اینو بپذیرم. مسئله برنامه ریزی شده تر و دراز مدت تر از این حرف هست. الان که دیگه حتی فقط اینطور نیست که بگید یه هیئت حاکمه آمریکاست. توی غرب عملا بر سیاست ها تصمیم میگیرن. ناتو یه موجودیت و بعد جی 7 یه موجودیت، جی 22 یه موجودیت، ورد اکنامیک فوروم، فوروم بین المللی جهانی یه ارگان مهمه. تصمیمات اینطوری گرفته میشه و میره جلو. جنگ اوکراین رو یه دونه رئیس جمهور تصمیم نمیگیره. نمیتونه اینجوری باشه. چطوری میتونن با روسیه یک جنگی رو راه بندازن، به این شکل به این جنگ بره جلو که ما رو در آستانه جنگ جهانی سوم قرار داده که میدونیم این بار یعنی سلاح هسته‌ای. اگر جنگ جهانی دوم آمریکا سلاح هسته‌ای بمب اتمی ریخت تو دو تا شهر تو ژاپن فقط، الان دیگه از اون روز اولش اتمیه. یعنی داریم راجع به نابودی عملا بخش عظیم جهان حرف میزنیم. تو این شرایط یه رئیس جمهور میتونه تصمیم بگیره؟ ممکنه بگیم اینا دیوانن، ولی دیگه نه اینقدر. نقشه و برنامه از قبل هست. میگن که منم شنیدم یه عده از مفسران، نه همه، یه عده از مفسران میگن که آره ترامپ تموم میکنه. ترامپ شخصا ممکنه ترجیح بده جنگ اوکراین نباشه، شخصا بخواد جنگ رو تموم بکنه، ولی ترامپ نمیتونه اگر این سیاست هیئت حاکمه آمریکا نبوده باشه جنگ رو تصمیم بگیره از امروز به فردا تموم بکنه. من دارم راجع به این مقوله صحبت میکنم و این حالا باید دید چه اتفاقی میفته. میرن پاش که جنگ تموم بشه، حالا واقعا میتونه اگر حتی ترامپ تصمیم بگیره عقب بنشینه جنگ تموم بشه، یا یه کلک دیگه میزنن یه جور دیگه دوباره مجبور میشن جنگ رو ادامه بدن. من به اجلاس ناتو توی واشنگتن تو ماه ژوئیه ارجاع میدم که خیلی مشخص، خیلی روشن جنگ اوکراین رو تا پیروزی اوکراین تعریف کردن، پیوستن اوکراین تعریف کردن، بس جنگ جهانی سوم کرد بگیم که اون تغییر کرده. در مورد ناتو، اینکه ترامپ چی میگه یه بحثه. ناتو بازی چه که نیست که یه رئیس جمهور بتونه ناتو رو به هم بریزه. ناتو تمام موجودیت
تروریسم دولتی یا امپریالیسم غرب و آمریکاست. چطوری میتونه ناتو رو به هم بریزه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ این میتونه یه حرفایی بزنه، یه چیزایی بپرونه اینجا و اونجا، ولی الان درسش رو فهمیده، اگه بخواد به خودی چیز بپرونه یه بلای سرش میاد. در نتیجه یه چیزایی میگه برای اینکه حالا رأی هم بگیره، که مردم خسته شدن از این همه پول، این همه پول تو این 3 ساله، اول برای جنگ، 2 سال که برای جنگ اوکراین داده شده، الان 1 سال به اسرائیل داده میشه برای پولیدن. میزان پولی که رفته برای اینا اصلا سرسام‌آوره و مردم گرسنه، مردم بی‌خانمانه، رشد مواد مخدر بیچاره میکنه جا رسما به از یه جامعه‌ای که بهش ممکنه بگید تو گیوم جهان سوم، الان وضع آمریکا بسیار 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 بدتره. در نتیجه ممکنه یه چیزایی بگن که برای اینکه بخوان مردم یه ذره آروم بکنن، ولی ترامپ اگر نمیتونه به تنهایی تغییر بده سیاست به این بزرگی، چه به جنگ اوکراین برمیگرده چه به ناتو برمیگرده که مهمترین ابزار قدرت و سلطه آمریکا تو جهانه، مگه میشه همچی چیزی؟ و دارن روز روز گسترشش میدن، گسترشش دادن تو این 2 سال اخیر، حالا بیاد اون به هم بریزه. اینا یه سری تبلیغاتی میشه در رابطه با اینکه یه در ممکنه به ترامپ علاقمند بکنن، چون فکر میکنم پولو از ناتو میکشه بیرون، اصلا بود خرج مردم میکنه، یا اینکه از اون طرف ایجاد یه فضای ترس. راستش من دوست دارم یه نکته بگم، تا اونجایی که به راسیزم برمیگرده، تا اونجایی که به مسئله موقعیت زن تو جامعه برمیگرده، من راستش تفاوت زیادی بین حزب دموکرات کامالا هریس رو میدونم زنه، چون وقتی زن آدم ممکنه فکر کنه تغییر میده، و ترامپ نمیبینم. من فکر میکنم که اینها تبلیغاتی میشه برای اینکه یه جنب و جوشی تو سیاست بیارن و به طور واقعی این انتخابات رو برای مردم جالب بکنن، چون ترامپ راسیست فاشیست، از اون طرف میخواد جنگ و ناتو رو میخواد تموم بکنه، جنگ و اوکراین میخواد تموم بکنه، این تبلیغات راجع به اون هریس. اینا به نظر من صرفا تبلیغ. ممنون آذر ماجدی. رفیق رحمان حسینزاده، آذر یه طوری عنوان میکنه که بالاخره فرق نمیکنه، ولی خب مردم در ایران به حساب این فرق رو دیدن، مثلا دو تا تاکتیک متفاوتی رو که مثلا در زمان بایدن بود و تاکتیکی که مثلا خب ترامپ در دستور گذاشته بود، علارغم این که هر دوتاشون هدفشون حفظ جمهوری اسلامی بود، ولی خب افزار زدن به اون بهش به حساب بتونن که کنترلش رو در دست داشته باشن. این روزها در میان اپوزیسیون ایرانی نیز بالاخره تبریکاتی هست بالا و پایین، فکر میکنن که خب یه حرکت کیفی توی اوضاع ایران به وجود میاد. خواستم نظرتون رو در این مورد بپرسم. بله، من یک نکته رو بگم حداقل برای بینندگان و شنوندگانمون، اگه یه جایی نظرمون به درجه متفاوت من و رفیق آذر، هر دومون علیه به شدت هیئت حاکمه امپریالیستی آمریکا و این دوتا جناح و این دوتا حزب که در همه تاریخ دوران ریاست جمهوریشون و مجلس نمایندگانشون و سناشون دست به دست شدن، علیه اونا هستیم. و به نظرم کلن در همه این سالها چه در سطح جهانی چه در سطح منطقه‌ای کارکرد امپریالیستی آمریکا رو به داخل خود آمریکا و چه در کانون‌های بحران دنیای امروز یه معضل بزرگ بشریت علیش نستیم. معنای این به اون معنا تفاوت ما هوی قائل هستیم. یه نکته درسته، هر دولتی بیاد سر کار و هر رئیس جمهوری، اولا اون رئیس جمهور تنهایی نمیتونه، نهایتا اون تصمیم رو میگیره، اما پشتش به هیئت حاکمه، پشتش به تیم و اون سیستم و یا اون حزبی که وسیع‌تره و منافع استراتژیک یا تاکتیکی قدرت امپریالیستی آمریکا رو اداره میکنه، هدایت میکنه، به اون گرمه. اما در همه این کمپین ها و نمایشات انتخاباتی و اینا سیاست های متفاوتشون میگن، عاقبت از اون هیئت حاکمه به اندازه کافی نیرو پشت کمپین های انتخاباتیشون جلب میکنن که بعدن بتونن اجراش کنن، تنهایی نمیتونن تصمیم بگیرن. تو همه مثلا یک سال گذشته موقعی که ترامپ میگه
من دوره من جنگ نبود، اگه بیام جنگ اوکراین رو تموم میکنم. خب عاقبت بخش زیادی از همون حزب جمهوری خواه رفتن پشت همین کمپینش، به همین دلیل الان شما میبینین اکثریت سنا رو به دست آوردن، احتمالاً اکثریت همون مجلس نمایندگان رو به دست میارن، نمیدونم یه سیستم قضایی اینا اکثریتش در دست اینا. یعنی به اون معنا حمایت اون هیئت حاکمه یا اکثریت اون هیئت حاکمه رو جلب کرده برای کاراش، اون وقت میتونه این وعده ها رو بده. و اینا درسته، به تنهایی نمیتونه سیاست، ببینید سیاست های پایی رو حتی با اکثریت آرای 50 اضافه یکم نمیتونه. خودتون میدونین در مجلس سناشون یا مجلس برای خیلی مسائل اساسی باید 2/3 آرا رو داشته باشه. تازه فراتر از این نمایندگان و آرای اونا، کمپانی های بزرگتر، کارتل های اقتصادی، حتی اون ماشین نظامی و صنعت نظامی، اینا خوابیده. اینا کاملا درسته، من اینجا با آذرمازدی کاملا موافقم، فردی نمیتونه، اما اینو تأمین میکنن اونا مصدر منفعتشون. خود اون هیئت حاکمه یه جاهایی به اینجا میرسه سیاستاشو در زمین های تغییر بده. مثلا اینجوری بگم، دوره جورج بوش پسر ایرانو در محور شرارت قرار داد، هنوز جنگشو با افغانستان و عراق شروع نکرده بود این کارو کرد. به نظرم اگر هیئت حاکمه آمریکا در جنگ عراق و در جنگ افغانستان پیروز میشدن، به اهدافشون میرسیدن، من فکر کنم جنگو گسترش میدادن. اما هم در عراق شکست خوردن، هم در افغانستان ناکام و شکست خوردن. خب معلومه اون وقت اون هیئت حاکمه به این نتیجه رسید که برها سیاست تغییر بده، بر مبنای اون وضعیت بود اوبامای اومد سر کار، اوضاع قول خودش نرمالتر کنه، گسترش جنگ در دستورش نباشه، به طرف برجام بره، به طرف سازش بره با جمهوری اسلامی. برحال عاقبت یکی میره برجام و سازمان میده، یکی از برجام میاد بیرون. اینا تفاوت دیگه، تفاوت تاکتیکیه، تفاوت ماهوی نیست. من در این سطح رو میگم. برگردم به بحث شما در رابطه با جمهوری اسلامی، اون توهمات که نسبت به آمریکا و دخالت آمریکا و الان ترامپ از نظر من راسیست به وجود اومده، بخشش نتیجه فضاسازی خود همین حزب جمهوری خواه آمریکا، ترامپ ها و حواریونش و به ویژه اپوزیسیون راست پرو غربی ایرانه. از قدیم تا به حال دوره جورج بوش پسر هی ایران و جمهوری اسلامی رو به قول خودشون در محور شرارت قرار دادن. اپوزیسیون راست ایران، سلطنت طلبا و طیف متنوع مشروط طلب و بخش زیادی از جمهوری خواهان و فدرالیستا و ناسیونالیستا کردستان و الان یه جاهای دیگه هم به نام فدرالیست به وجود اومدن، همه اینا شدن به یه ارکستر شیپورزن در راستای این که دخالت نظامی آمریکا لازمه. الان اسرائیل هم بهش اضافه شده بعد از این نسل کشی یک سال گذشته. این فضا رو اونا درست کردن. به نظرم تا اون جایی که به بطن جامعه، فضای سیاسی جامعه ایران برمیگرده، به ویژه در میان جنبش کارگری ایران، جنبش آزادی خواهانه، فرهنگیان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، اون بخشایی که اعتراض پایین جامعه رو یا بخشای حق طلب و به شدت تحت فشار و تحت ستم در جامعه ایران رو نمایندگی میکنه، در میان اونا به نظرم آثار جدی توهم به دخالت نظامی آمریکا و اسرائیل نه تنها نیست، علیشان هستن. شما به همین آخرین نمونه اعلامیه خیلی درخشان سندیکای واحد مراجعه کنید، بخشی از نهادهای دیگه کارگری یا در عرصه های دیگه مبارزاتی نگاه کنید. حتی در 2 سال گذشته که یه خیزش انقلابی بود بعد از قتل مهسا امینی، کجا در اون اعتراضات بزرگ، در اون تظاهرات ها، در اون جنب و جوش های اعتراضی، در اون زود خوردهایی که با جمهوری اسلامی بود، واقعا یه خواست یا شعار جدی به نفع دخالت نظامی آمریکا و حتی حمایت از اپوزیسیون راست ایران دیده شد؟ تا اونجایی که به مبارزات واقعی مربوطه، اتفاقا دارن به خودآگاهی، به سازمانیابی و به اراده خودشون متکی میشن. این توهمات رو عمدتاً اپوزیسیون راست ایران ارتجاعی و
که نمیتونن اتکا بکنن به اراده کارگر و مردم در اون جامعه، اونجا به نظرم به شدت منزوی هستن. از قدیم تا به حال تمام امیدشون رو بستن به موشک و بمباران و جنگ و تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل و حتی دولت‌های مرتجع در منطقه. به نظرم باید متوجه باشیم بخش وسیع مردم حق طلب ایران نخواستار جنگن، برعکس علیه جنگ و گسترش جنگ و میدونن مصائبش چیه. همونطور که در اطلاعیه سندیکای واحد میگن، به درستی میگن، میگن ما یادمونه جنگ ایران و عراق چه مصائبی داشت، چه فجایعی برای ما داشت، برای ما طبقه کارگر. از این سر باید نگاه کرد. من فکر کنم این پخش امیدهای کاذب به اومدن اضطراب توازن اپوزیسیون راست رو اتفاقا باید رسوا کرد، افشا کرد و منزوی کرد. ممنون رفیق رحمان حسین‌زاده. آذر مازدی، بالاخره خب هیئت حاکمه آمریکا توی این بازی شطرنجش بالاخره انواع جک و جانور داره دیگه، بالاخره یکی رو میاره یکی رو میبره. ولی آمدن ترامپ با توجه به بحثایی که تو جامعه ایران هم هست، بحثایی که توی اپوزیسیون هست، فکر میکنی که آیا تغییری در بسا اوضاع منطقه میتونه به وجود بیاره؟ اگه چنین چیزی اتفاق بیفته شما نظرتون چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ به نظر میرسه که جریان ناسیونال فاشیست ایرانی، رژیم سابقی ها، کلن تمایل اصلیشون به سمت جمهوری خواه بوده تا حالا میبینیم شده. برای اینکه شاید جمهوری خواه یه خود علنی تر از مسئله رژیم چنج دفاع کردن. ترامپ دوره پیش اینطور بود و الان من دارم فکر میکنم قبلش اوباما دو دوره و بعد میریم جورج بوش پسر. چقدر اینکه اوباما سعی کرد همون برجام رو بیاره، به این معناش اونها تمایلشون رو از سر کار اومدن ترامپ ابراز خوشحالی میکنن. ولی راستش تو همین مدت هم وقتی نگاه میکنید، بحث بر سر دقیقاً تحریم هایی رو که آمریکا گذاشته، یعنی ترامپ برگردون، بایدن دستی به اینها نزد، حزب دموکرات دستی به اینها نزد. بس بر سر اینه که میخواد این سیاست منطقه باید به کجا کشیده بشه. من الان از یک سال پیش بر این نظر بودم و الان هرچی بیشتر و بیشتر بر این نظرم، چون داره ثابت میشه که این جنگ این بار قرار نیست در یک جایی متوقف بشه. ببینید الان اسرائیل 34 شهر در جنوب لبنان رو با خاک یکسان کرد. ببینید این بار هر جا رو که میره میزنه دیگه فقط زدن و کشتن یه دو آواره کردن نیست. تمام ساختار مدنیت تون منطقه رو با خاک یکسان میکنه. اگر تمدن گذشته‌ای هست، باستانشناسی است، اثری هست، آثار باستانی، هر چی که هست، یعنی قراره با خاک یکسان بشه. انسان‌ها پاکسازی بشن، یه تعداد زیادشون کشته میشن، یه تعداد زیادشون آواره کرده میفرسته بیرون و هر چی از مدنیت و تمدن سابق تو اون منطقه هم هست از خاک. مسئله بر سر اشغال کامل منطقه تحت یک جغرافیای جدیده. اینو نتانیاهو تو واشنگتن گفت، اینو نتانیاهو توی سازمان ملل گفت، توی تلویزیونش گفت، یکی یکی داره میبره جلو. تو این همین دو سه هفته به دمشق دوباره حمله کرده، به یمن همینطور داره حمله میکنه، بیروت هر شب داره بمب میزنه، از طریق جنوب اومده، یه چیزی آورده میگه بافر زون، یعنی منطقه به اصطلاح فاصله بذاره در مقابل حزب الله، از این کار زیاد میکنه. این همه دارن میکنن، یعنی اشغال عملا داره جنوب لبنان رو الحاق میکنه به اسرائیل. ساحل غربی رو تقریبا داره پاک میکنه. از خیلی جاها یا بمب ریخته یا با تانک رفته، مردم رو آواره کرده، خونه هاشون رو خراب کرده، ستلرا رفتن. مسئله پاکسازی فلسطینی ها و الان لبنان به نظر میرسه توی برنامه شونه.
یک نقشه دیگه، یه برنامه دیگه. این برنامه دیروز نیومده، پریروز نیومده. این برنامه من فکر می‌کنم که از همون 1991 به یک نوع وسیع ماکروش اومده بود تو دستورشون، حالا بردن جلو تیکه تیکه دارم پیاده میکنم. این مسئله تغییر کامل جغرافیای سیاسی منطقه، این کشورها در اصلش هم انگلیس وقتی دوره کلونیالیست اومده خطکش گذاشته، خطکشته اینجا رو داده عربستان سعودی، اینجا رو داده کویت، اینجا رو کرده لبنان، اینجا رو کرده اردن. تقسیمات قبلا اینطور نبود و الان هم عملاً دارن همون تقسیمات رو هم زیر پا میذارن. من فکر میکنم این میزان بمبی که تو این مدت توی غزه ریخته با از چندین برابر بمب‌هایی است که تو جنگ جهانی دوم ریخته شده. وقت از نظر ویرانگری که این بمب‌های تکنولوژی جدید چه وسعت بیشتری دارن و بعد تمام شیمیایی و اتمی و غیره هم توش قاطیه، یعنی کامل نابودی و پاکسازیه. این چیزی نیست که نقشه نتانیاهوست، در نتیجه یا بایدن باید به نتانیاهو بگه آره یا ترامپ. این نقشه به نظر من آمریکا و غربه. اسرائیل نتانیاهو تصمیم نمیگیره تنهایی، اوکی الان من میخوام همه منطقه رو نابود کنم، همه جورش تعظیم میکنم، چشم نتانیاهو. نه، نتانیاهو هم مثل بایدن، مثل ترامپ، مثل اونم یک مهره تو این قضیه است. این نظم نوینی هست که آمریکا از 1991 آورده، الان داریم بعد از 30 سال میبینیم تلیه به کجا کشیده. این نظر من. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که خیلی تغییر کنه. اینکه زودتر حمله کنن یا دیرتر حمله کنن، میزان بمبی که می‌ریزن کمتر باشه بیشتر باشه، اینا حتما قابل تغییره. من بحث راجع به این ندارم. تصمیم میگیرن یه کاری رو می‌کنن، می‌برن جلو، یه جایی میره یه جایی نمیره. منتها توی اصل قضیه، تو افق اصلی قضیه، هدف اصلی قضیه فرق نمیکنه، چون نمیتونه، اصلا گشایش نداره. چطوری میتونه اینجوری باشه؟ ببینید، من فکر نمیکنم اون چیزی که ما تو منطقه شاهدیم شکست سیاست آمریکاست. فرض بر اینه که آمریکا آبادانی میخواسته و حالا که ویرانی شده، حالا که جامعه تیکه پاره شده، حالا اینکه چند میلیون تو هر کدوم از این کشورها کشته شدن، آواره شدن و تروریست‌ها به جون مردم افتادن، این شکست سیاسته؟ نه، این نیست. به نظر من دقیقا همین، وقتی میگیم طلوع خون نظم نوین، طلوع خونین نظم نوین، همینه، همینه. قرار نبوده هیچ کدوم از این کشورها، از افغانستان تا عراق تا سوریه تا لیبی، آزاد بشن، دموکرات‌تر بشن، آبادانی‌تر، بیشتری توش بیاد. این هدف آمریکا بوده ولی به شکست کشیده تو همه این موارد. خیر، همین ویرانی، همین سناریوی سیاه برای کل منطقه نقشه بوده، هدف بوده، بهش رسیدن و دارن ادامه میدن. حالا مسئله ایران اون نقطه حساسی هست که باید ببینیم به کدوم طرف کشیده میشه. منم برام قطعی نیست 100%، ولی فکر میکنم که احتمالش زیاده که به ایران حمله کنن و همون بلایی که سر عراق و سوریه اومد رو سر ایران بیارن. امیدوارم اشتباه کنم، امیدوارم اینطور نباشه. هنوز به نظر میرسه، چون این پرده خیلی پیچیده تر و تحول بخش تره، مثل لبنان نیست، مثل اردن و یمن و سوریه نیست. حمله به ایران روسیه رو میکشه وسط. روسیه گفته، تو بریکس هم گفت، دوباره تو مجمع عمومی بریکس که اخیراً بود، اگر به ایران حمله بشه روسیه میاد تو. و اون دیگه کاملا ابعاد رو میبره یه جای دیگه. یعنی همین الانش هم کم جهانی نیست جنگ، ولی دیگه اون موقع به طور جدی ما وارد این مرحله خواهیم شد. این اون چیزی هست که هی سبک سنگین میکنن، مذاکره میکنن پشت پرده، تغییر میدن، هنوز تصمیم نگرفتن، دارن وقت میخرن، منتظر انتخابات بودن. همه اینا ممکنه باشه، نمیدونم، هر کی یه توضیحی میده، من از پشت پرده اطلاع ندارم. ولی اون چی که برام مسلمه اینه که این مرحله، مرحله بسیار مهمتریه، یک نقطه عطف، کل جهان وارد مرحله دیگه خواهد شد. در نتیجه این میتونه مدتی کش پیدا بکنه. امیدوارم که از توی برنامه بره بیرون، ولی فکر نه. ممنون آذر مازدی، ممنون رفقا رحمان حسینزاده. اگر میشه 2 دقیقه کوتاه، اخیرا عنوان کردن که مثل اینکه جمهوری اسلامی میخواسته
ترامپ رو ترور بکنه. فکر میکنین که این در این کشمکش ها کجا قرار میگیره؟ چه تأثیری میتونه به اصلا توی این کرکری خوندن رو بذاره؟ ببینید، ما فاکتورهای این مسئله رو نمیدونیم. عمدتاً به نظرم در چارچوب پروپاگند میشه به اون نگاه کرد. هرچند جمهوری اسلامی رژیم تروریست و هر جا به قول خودش به نمیدونم کسی مثل ترامپی که قاسم سلیمانی رو کشته اگر دستش برسه این کارا رو میکنه، اما اینجا ما نمیتونیم تایید کنیم نه علیه باشیم. به هر حال اینا جزء پروپاگند اوناست. من از این دو دقیقه میخوام اینو استفاده بکنم. ببینید، آمدن ترامپ و رفتن بایدن و کلا این دست به دست شدن قدرت در حتی امپریالیسم آمریکا رو در یه چارچوب دیگه ای که نگاه کنیم، کلا این روندهایی که میبینیم، هرچه میبینیم نظم حاکم که کاپیتالیستیه، من فکر کنم الان یه بربریت کاپیتالیستی به تمام معنا جاریه دیگه. مسئله این نیست بگیم در آینده سرمایه داری بربریت رو به بشر تحمیل میکنه. من فکر کنم الان تحمیل کرده، در خود غرب تحمیل کرده، در کشورهای اروپایی تحمیل کرده، در زندگی مردم، در زندگی روزمره با این ناامنی ها، با این جنگ ها، در کانون های بحران و از جمله نمونه مجسمش در همین یک ساله در خاورمیانه. این روند هرچه داره در نتیجه کار کرده سرمایه امپریالیستی و کلن نظم سرمایه جامعه رو، بشریت رو به طرف یه اوضاع بدتر و شرایط بدتری میبره. تا اونجایی که به خاورمیانه میبره، من فکر کنم این تروریسم و نسل کشی و جنگ و جنگ های خطرناک ادامه پیدا میکنه. منم فکر کنم حتی مثلا در قضیه مثل فلسطین، حتی اون ظاهر سازی هایی که به اسم دو دولت میگفتن، اونا دولت فلسطینی دولت اسرائیل، در این دوره دیگه حتی نمیمونه. دست هیئت حاکمه اسرائیل نه فقط نتانیاهو باستر میشه برای به سرانجام رسوندن آخرین حلقه های اون سیاست های کثیفشون علیه مردم فلسطین. در رابطه با جمهوری اسلامی همونطور که شما هم اشاره کردید، حتی ترامپ هم مسئلهش اینه جمهوری اسلامی رو فرو بپاشانن یا سرنگون کنن، اما مسئلهشون اینه کلر این بحث محور مقاومت و جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاورن، اون محور مقاومت رو بردارن، جمهوری اسلامی رو پای یه سازش رو گنده بیارن. و من امیدوارم اتفاقا خطر جنگ هست، من امیدوارم جنگ اتفاق نیفته، پیش از این گسترش پیدا نمیکنه. اما اون چیزی که میبینیم چه در سطح جهانی چه در سطح خاورمیانه، به نظرم دنیای ناامن‌تر، دنیای حتی بی‌ثبات‌تریه در کوتاه مدت. مگه اینکه همیشه این امیدواری رو گفتیم، اراده کارگر و مردم و بشریت آزادیخواه در جاهایی و در سطح جهانی در سطح منطقی اراده کنه، در میدون باشه، فشار جدی و تقابل جدی رو داشته باشه، جلو این بربریت کاپیتالیستی و این ناامنی و تروریسم رو بگیره. ممنون رفقای عزیز که در این برنامه همراه ما شدین. برای شما ایام خوبی رو آرزو میکنم. ممنون بینندگان عزیز که بیننده تلویزیون آزادی زن بودین. ایام بکام.